شدم. ای گلفام خانم، برو بیرون. من باید یه چیز کوچیکی بهتون بگم. بیرون. باشه. آشغال عوضی، آبجی بابام سراغتا میگرفت میگه داری گریه میکنی. آبجی بابا یه ساعت داری چی کار میکنی؟ منم شدم کفتر خبرچی. خب یکیتون بریم بابا حرف بزنی. الو الو آبجی. بیچاره شدم بیچاره شدم، منم مریضم دارم میمیرم. باشه هر کار دلتون میخواد بکنین، من دخالت نمی کنم. نه دخترم، به خواهرت بگو بیان دور همه یه چای عصرونه بخوریم. یکیشون بیچاره شده، اون یکم مریض داره میمیره. ای بابا، خرابش کردم، بیچاره شدم. گل رو دخترم چی کار میکنی؟ بیاین براتون چای ریختم. تو هم پاشو دیگه دخترم ببینم، نکنه بازم سرما خوردی؟ برا جوشون دادم کنم. من باید برم پیش گلفام خانم. اوف خیلی بد شد، خدایا خودت کمکم کن. کشکی حرفمو گوش بده، کشکی گوش کنه لطفا لطفا. خیلی خوب بسه، حرفمو گوش میکنه، بهش توضیح میدم چرا اینجوری شد، میگم تلاش کردم درستش کنم. نه نمیتونم، نمیتونم اینو بگم. گل رو چیزه؟ خب افر شما بگین. گل رو تو دختر خیلی خاصی هستی، یعنی دوستیمونم همینطوره. یعنی من عایشه و فاطمه نیستم. چیزی گفتی؟ نه چیزی نگفتم. آقا امید ما دوستیم مگه نه؟ بله دوستیم. آره به نظر منم دوستیم، واسه همینم من راجع به شما هیچ فکر اشتباهی نکردم. نه یعنی چیز اشتباهی وجود نداره. خب من تنها چیزی که میتونم راجع به دیشب بهت بگم. شما که اون حرفا رو نگفتین، یعنی گلفام خانم شما رو محکوم کرد ولی شما که اتهاماشو قبول نکردین. اتهاماشو؟ خب من اتهاماشو قبول نکردم گل رو، من اصلا کاری نمی کنم که به تو آسیبی برسه، نگران نباش. از عهده اون کار خودم برمیام. پس کجاست؟ خب من سعی کردم بهش توضیح بدم اما اون اصلا به حرفم گوش نداد. وقتی رفتم تو اتاق خیلی عصبانی بود. خب منم ترسیدم فرار کردم، نتونستم چیزی بگم.
حالا چی کار کنم؟ طراحی جدید گلفام سپاهی نابود کردم. همه چی هم امتحان کردم و اول سعی کردم پاکش کنم، بعد خشکش کردم، بعدشم اینجاهاشو چسبوندم ببینین، اما خب نمیشه، نمیشه. تو نشینی و از اول طراحیش نکنی درست نمیشه. خب دیگه خودت داری میگی. چی؟ از اول طراحی میکنی؟ من؟ آره. ببین داری میبینی که این خطاش هنوزم پاک نشده، خب باید عین اینو از روش بکشی. قلم و کاغذ داری؟ آره خب دارم، اما نمیشه من اینو. چرا نشه گل رو؟ ببین کاری که باید بکنی اینه، هرچی اینجا میبینی عین همینو بکشی. در ضمن این که کار بدی نیست، وقتی داری واقعیت رو به گلفام میگی سالمشم بهش تحویل میدی. میتونم انجامش بدم، من میتونم عین همینو بکشم. تو میتونی. آقا امید من واقعا. گلروم تو واقعا میتونی. امید ببخشید، داشتم دنبال چیزی میگشتم. اگه الان کار داری یه وقت دیگه بیام. نه 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 لطفاً بیا تو. حرف زدن با تو به اندازه طرحام مهمه گلفام. بهتره دیگه من و تو راجبه گل رو. من راجبه گل رو خودم رو گم کردم، باور کن. اصلا نتونستم حرفایی که دیشب از دهنم در اومد و باور کنم. وقتی داشتم تو رو محکوم می کردم که زیادی به اون دختر بها میدی، در واقع خودمونو بزرگ کردم. خیلی شرمندم. می خوام که فراموشش کنی. می خوام فراموش کنی. می خوام همه ی پرت و پله هایی که از دهنم در اومدن رو فراموش کنی. من فراموش کردم. اون دختر دیگه باعث جر و بحثمون نمیشه. میتونم، من میتونم این طرحو بکشم. Thank you.
خیلی بهتر شد. صبح بخیر گلرو. الو آقا امید، بیدارتون کردم؟ نه تو ماشینم. چی شده؟ من کشیدمش، الو میبرمش به گلفام خانومم نشون میدم. البته اشتباه هم من براش تعریف میکنم. خب چی میگه چی کار میکنه نمیدونم، اما بالاخره مشکل رو حل کردم، یعنی تونستم. اگه شما نبودین جرأتشو پیدا نمی‌کردم. این چه حرفیه میزنی؟ تو ذاتاً با دل و جرأتی. من فقط بهت یادآوری کردم که تو چقدر دختر جسوری هستی. ممنونم. باشه. منو بی خبر نذاری. بهتون زنگ میزنم. باشه، خدا نگهدار. خوب فکر کن ببین کجا گذاشتیش. کجا گذاشتیش؟ بیا. صبح بخیر گلفام خانم. صبح بخیر. من فکر کنم این براتون خیلی مهم باشه. دیروز وقتی داشتم میز کارتون رو مرتب میکردم یه هایی روش آب ریخت. سعی کردم خشکش کنم اما خوب خرابتر شد. این طراحی شما نیست، اینو من کشیدم. تو طراحیمو سعی کردم این مال شما باشه، یعنی خب راستش یکم دستم لغزیده، میدونم ریزکاریاش کمی ایراد داره ولی خب به جای پشت کاملا باز از بند زبدری استفاده کردی. جیبم براش گذاشتی؟ آره یه چیزایی اضافه کردم، یعنی یهویی از دستم در رفت. فکر کردم اگه پاکش کنم خب بدتر میشه، اگه بخواین میتونم الان برم. فقط چند تا خط خطی ساده بود، چیز مهمی نبود. بی خودی به خودت زحمت دادی، اما تو تقلید کردن واقعا استعداد داری یا گرو. سعی کردم مثل مال شما بشه. اگه این بند زبدری مسخره و جیبای بیریختشو در نظر نگیریم، واقعا تقلید کننده با استعدادی هستی. حالا هرچی، گفتم که فقط چند تا خط خطی ساده بود. تو الان برو بیرون منتظر باش. به مرتم بگو ماشینو حاضر کنه. میریم آتلیه. تو هم میای. چند تا وسیله هست که میخوام بیاریشون خونه. گلفام خانم داره میاد، گفت ماشین حاضر کنی با هم میریم آتلیه. اوه یعنی تو هم میای؟ اول حسابی قیافه گرفتنم بهت میاد. امروز یه جوری دیگه خوشگل شدی. زود باش بخند دیگه گلم، بخند دیگه. چرا اینجوری ترش کردی ها؟ این قهر کردنه بهت نمیاد ها؟ مرد موضوع الان به تو مربوط نمیشه. هنوزم داره قیافه میگیری؟ اه مرد همیشه که به تو مربوط نمیشه، اینو بفهم. سعی کن ببینی یه بارم به جای این که هی بگی قیافه نگیر و این چیزا بپرس چت شده گل رو؟ چت شده؟ بگو چه مرگت شده؟ بپرس حالت چطور؟ خیلی خب من
میتونیم بریم. ای به خشکی شانس، حتی تو هم دیگه واسه ما آدم شدی مرد خان. تیپ با ببین تو رو خدا. ببینیم این خدمتکار بالی انعام مشتی دیگه بمونی میدی یا نه؟ بفرمایید. سلام آبجی. چیزه، من میخواستم یکی از همکاراتونو ببینم. نفهمیدم با کی کار دارین؟ چیزه، دیروز از جلو در سوارش کردم. یه خانم ساده‌ای بود. فکر کنم از فامیلای شماست. یه چیزی تو تاکسیم جا گذاشته. خودشه. آبجی، ببین بیا کیفتو جا گذاشتی. محبوب خانم، مثل اینکه این آقا با شما کار دارن. آخ جا گذاشتمش. ای خدا شمارم تو درد سر انداخته. عیب نداره. ممنون. صبح بخیر ماما. الان چه وقت اومدن پسرم؟ بازم نگرانت شدم. دوش میگیرم الان میرم مادرم، نگران نباش. این پسر همون چیز نیست؟ یعنی پسر این خونه نیست؟ آره پسرمه. نه بابا، پس اگه اینطوره یعنی شما خانم خونه هستین؟ آره خانم خونه؟ نه خانم خونه جاهد خانومن، من فقط عروس. منم جنرال گیرمم خانم، خیلی خوشحال شدم. اجازه بدین من کارتمو بدم خدمتتون. خواهش میکنم از این به بعد اونجور جلو در منتظر ماشین نباشین، سوار ماشینای قراضه هم نشین. اگه ماشین احتیاج داشتین به این شماره یه زنگ بزنین، من دو سوت خودمو میرسونم خدمتتون خانم. خیلی ممنونم. ممنون، شمارم تو درد سر انداختم. خداحافظ. روز بخیر خانم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. والا هزار تا شاهد لازمه تو بگنی خانم خونست. ولی دست و دلبازا. هی بابا یالا دیگه جانر، یالا پسر ردیفش کن که رانندشون بشی. پسر تو از اون مرد طول سکیت کم آخه. یالا دیگه پسر بجان. خوش اومدین گلفام خانم. تا 5 دقیقه دیگه همه رو جمع کن، اینجا جلسه داریم. یکیتون به گرو جای وسایلا رو نشون بده. گرو زیاد زیاد بردار، زود تموم بشن. اگه یونیفرم راننده حاضره زودتر پرو بش کنه. اگه خوب بود تحویل بدین. صبح بخیر. سلام خانم. صبح بخیر. دنبالم بیاین اتاق وسیله ها اون پشت سمت چپه. تو هم با من بیا اتاق پرو. من اول به گلرو کمک کنم ها؟ کمک میخوای؟ نمیخواد، تو به کارت برس. من کارم که تموم شد میرم تو ماشین منتظرت میمونم. خب بدو. اینم از این میداده. بی هشت. نه این نیست. پس این بی هشتا کجا؟ نیست، اینجا هم که مداد نیست. از بیخوابی حواس پرت شدی گل رو، اونم به خاطر هیچی. بی هشت مداد بی هشت. اونی که چند دقیقه پیش نشونت دادم کجاست؟ بله نوبت اینه آقایون و خانوما. وای فوق‌العاده، اصلش خود برش داشته. تو این کلکسیون بهترین شده گلفام خانوم، به نظر من فوق‌العاده است. بنده زبدریشم خیلی قشنگ شدن. جیباشم همینطور. خیلی خوب تمومش کنی.
از این حرفا زیاد شنیدم. ببرین بدوزینش. کجیشو تغییر میدین خانوم؟ متوجه نشدم. گفته بودین یه تغییراتی میدم. تغییر نمیکنه. هر چی کشیدم همونه. بجنبین، همه زودتر دست به کار شین. من کشیدم. تو اینجا چی کار میکنی؟ لوازمو پیدا نکردی؟ من مداد B8 رو پیدا نکردم. پشت ردیف دوم از سمت چپ. یالا زود باش. فکر کنم این دیگه حله. اجازه بدیم ببینم. این دیگه کیه؟ منکن مرد کلکسیون جدیده؟ نه بابا، راننده است. راننده گلفام خانومه. ولی پسر جذابیه. طرز ایستادنش، قد و قامتش خیلی خوبه، مگه نه؟ آره، واقعا حرف نداره. ظاهرا مشکلی نیست، میتونیم بریم. شکریم. چه خبر؟ ما که پسندیدیم. ببینیم عشقمون میپسنده. مرد، یه چیز خیلی عجیبی اتفاق افتاد. گلفام خانم. بابا ول کن الان گلفام خانم، یه نگاهی به من بنداز. میدونی از این 5 تا دیگه هم درست کردم؟ 5 تا. چطوره؟ مثل مانکنه شدم من؟ نه، خوبه. خوبه، خوبه. ولی تو یه نگاهی به من بنداز. آخه نگام کردی؟ خیلی، واقعا خیلی بهت میاد. خیلی خوب شدی. ولی یه چیزی میخوام بهت بگم. بگو. من دیروز طراحی گلفام خانم. بابا باز میگه گلفام خانم. من باید یه سر برم پیش اسماعیل. تو کافینت منتظرمه بابا. باشه بابا، هر جا میخوای برو. قراره بچه ها تیپمو ببینن. منتظر یه جوون خوش تیپم. والا به خدا. آبجی، تو هنوز نرفتی سر کار؟ من مرخصی گرفتم، برو ولم کن. آبجی چی شده؟ دختر میگم برو، برو به اتوبوست برس، من کار دارم. تانر، اون دختره کی بود؟ ها؟ کی بود؟ بگو کی بود؟ خواهش میکنم. من چه دست از سرم بردار. تانر ببین، ما چرا اینجوری شدیم؟ ها؟ چرا اینطوری شدیم؟ چون خانواده‌ات منو نمیخوان، ها؟ مادر بزرگت منو نمیخواد. آره، برای همین. اونچه کشش نده، خواهش میکنم، کار دارم. تانر، میشه الان حرف بزنیم؟ تو رو خدا، خواهش میکنم. اون چه گفتم کشش نده دیگه، آویزونم نشو. آبجی تو داری چی کار میکنی؟ چیشک تو دخالت نکن. آبجی مگه دیوونه شدی؟ واسه کی داری خودتو کوچیک میکنی؟ واسه این بچه سوسول پولدار لوش؟ وایسا ببینم، من هنوز اینجا هم یکم آرومتر. آره اینجایی دارم میبینم مرتی کیکا. چیچک آبجی به خودت بیا، اینقدر خودتو کوچیک نکن، ارزششو نداره. واسه این بچه سوسول پولدار ارزش نداره. خواهرت راست میگه قنچه، به نظرم به حرفش گوش کن. یه کلمه هم حرف نمیزنی، بعد که میگم برام قیافه میگیری به میپری. باشه پس بذار تعریف کنم. دیروز گلفام خانوم. هر کی دوست داری ول کن گلفام خانوما. راستشو بخوای اون زن امروز یه حرف درست حسابی بهم گفت. گفت شما این نامزدی ها اینا رو زیاد طولش ندین. یعنی منظورش این بودش که زود تمومش کنی. یعنی چی؟ مگه تو با گلفام خانم راجع به همچین چیزایی هم حرف میزنی؟ خب دیگه، بالاخره راننده شخصیشم، نمیتونم که همش تو را لالمونی بگیری. راستشو بخوای یه چیز بهت بگم، همین گلفام خانم از اون دوست پسر عوضیش خیلی آدم تره. این چه طرز حرف زدنه مرد؟ از اون گذشته تو از آقا امید چه عوضی بازی دیدی ها؟ من همش میخوام یه چیزی بهت بگم ولی نمیذاری. میبینم که تا کار با آقا امید میرسه همش ادا اطوار میای. ادا اطوار؟ بیا ببین، بیا اینم از ادا اطوار. خوشت اومد؟ منظورت همین بوداره؟ گل رو همیه ادا اطواره من تقصیر توی مرد، فهمیدی؟ هیچ ربطی هم به آقا امید نداره. به خاطر توی، چون نه یه ذره به حرفم گوش میدی نه کنجکاوی که بدونی چی میخوام بگم. نه خیلی تقصیر توه. مگه من چی کارت کردم؟
سلام گلرو، چی شد؟ سلام آقا امید، زنگ زدم بهتون بگم از دستم عصبانی نشد، حتی انگار به دردشم خورد. خوبه، خوشحال شدم. پس صدا چرا انقدر ناراحته؟ ناراحته؟ صدام نه نمیدونم، راستش من خیلی هم خوشحالم، چون که واقعا خوشش اومد، یعنی همشون خوششون اومد. با گوشه خودم شنیدم، به دردش میخوره، یعنی طرحو نجات دادم. فهمیدم، اما صدات خیلی خوب به نظر نمیرسه، چیزی شده؟ چیزه، فقط نه چیزی نیست، یعنی فقط چیز شد، نمیدونم، شاید اصلا چیزی نشده، شاید هم همین باشه، نمیدونم، یعنی خودم هم نمیدونم چه احساسی دارم، خودتونم میبینین که حتی نمیتونم بهتون بگم که چطور شد. خیلی خوب دیگه، خب من قطع میکنم. آقا امید ممنونم، حتی اگه نتونم قضیه رو تعریف کنم، شما بهترین و تنها کسی بودین که به حرفم گوش دادی. هر وقت بخوای میتونی به هم زنگ بزنی، میبینمت. واقعا خیلی خوب شد، عالی شد، یعنی حداقل طراحیمو دید و خیلی هم پسندید، همه پسندیدن. میدونم حتی اگه به هیچ کس چیزی نگه، میاد و به من میگه باریکلا، میگه بازم طراحی کن، میگه ادامه بده گل رو. گلفام خانوم، منم منتظرتون بودم، شبتون بخیر. لوازممو گذاشتی تو اتاقم؟ بله گذاشتم، میخواستم یه چیزی بگم در مورد طراحیم امروز، یعنی شب بخیر امید. شب بخیر آقا امید. میگم امشب یه فیلم ببینیم، یه شب آروم باشه، نه؟ شب بخیر. گلرو، دیگه اصلا نمیای پیشم، خیلی کم میای. میدونم، حق داری، معذرت میخوام، اما بهت که گفتم این اواخر ذهنم خیلی درگیره. درگیره چی؟ ولش کن جهان، ببین چی میگم. ما یکی از همین روزا با هم از اتاق بریم بیرون، خوب؟ شاید فقط بریم تو حیات. ها؟ ببین دیگه تابستون داره تموم میشه، یواش یواش پاییز داری میاد و بعدش هم هوا سرد میشه، تو هم بهونه میاری که خیلی هوا سرده. بهونه نمیارم، اگه تو بخوای میام. قول میدی؟ باشه، قول میدم. باشه، پس یکی از همین روزا با هم دیگه میریم بیرون، باشه؟ قبل از اینکه هوا سرد بشه این کارو میکنیم. اوف، تابستونم چه زود تموم شد. یه لحظه صبر کن ببینم، امروز چندم ماهه؟ فردا تولد گلفام خانومه. Kafelendişin nasıl gidiyor? Harika. Şimdilik en iyisi bu. Bu koyu kahveden tadın ve altınızla yapın. Diğer bulduklarımız olmaz çünkü... امشب خواستم که شب آرومی داشته باشیم. Altıda yemek yiyecek ve sonra home depodakilerle içki içeceğiz. Bu kadın işte bu. اما فردا خوش میگذرونیم مگه نه؟ روز بعدش کلی عمل دارم. فکر نمی کنم فردا شب کار خاصی انجام بدم.
یعنی هیچ کاری نمی کنی؟ حتی همدیگر رو نمی بینی؟ فردا شب رو میگم، همدیگر رو نمی بینی؟ فردا؟ خب میتونیم یه شام ساده بخوریم. فهمیدم، شام ساده. من از اون دخترهای رنگ روغنی فیسبوک نیستم که دو روز باهاشون بپره بعدش هم بندازه دور. نمیتونه با من اینطوری رفتار کنه. با هر کسی میتونه اما با من نمیتونه. باشه، برو یکم بیشتر خودتو کوچیک کن، تو آدم بشو نیستی. گوش کن دختر، درست حرف بزن، تو کارهای آبجی بزرگترت هم دخالت نکن. پس مثل خواهر بزرگم رفتار کن. آبجی اصلا حواست هست؟ نه عاشق شدی نه دوستش داری. چرا به خاطر اینکه هرستو درآورده اینقدر خودتو کوچیک میکنی؟ تو چی میفهمی آخه؟ تو عمرم چند تا تانر حکیم اغلو جلوم سبز میشه ها؟ چند تا؟ نمیتونم ازش دست بکشم. تو نمیفهمی، من نمیتونم. آ حالا که سبز شده چی شده؟ یه نگاهی به حال روزت بنداز. تو مامان تانر رو میشناسی؟ آبجی مامانش به تو چه مربوط آخه؟ مامانش خدمتکار بوده، خدمتکار خونهشون، میفهمی؟ فکرشو بکن، خدمتکار خونه بوده اما با پسر خونه ازدواج کرده، شده خانم ویلایی به اون بزرگی. اما اگه ببینیش یه جوریه، تو حال هوای خودشه. تو از کجا مامانشو میشناسی؟ تازه هر جور که میخواد باشه به ما چه؟ تو هم اصلا عقلت کار نمیکنه به خدا، نمیفهمی دیگه؟ وقتی اون زن چروکیده با اینکه خدمتکار بوده تونسته بشه خانم خونه، من که تو سه تا حرکت انجامش میدم. برای ازدواج با کسی که ولت کرده خیال بافی میکنی؟ چرا؟ چون مامانش خدمتکار بوده و تونسته؟ آبجی تو رو خدا پاشو برو، میخوام به درسام برسم. منم میتونم. میدونم، مطمئن نمطمئنم. تنر حکیم اغلو علکی جلوم سبز نمیشه، اومده که زندگی ما عوض کنه، زندگی ما. ولی هنوز خیلی زوده. یکم خستم، بمونه واسه یه وقت دیگه. خب پس در مورد فردا شب چی میگی؟ خب ببینیم چی میشه، اما همونطور که گفتم خیلی روز پرکاری میشه، کلی عمل دارم. شب بخیر. شب بخیر. آقا امید. گلرو؟ سلام. تو اینجا چی کار میکنی؟ من میخوام ازتون یه خواهشی بکنم. چیزی شده؟ من واسه فردا یه هدیه خیلی خوب دارم، یه هدیه محشر، اما اگه شما کمکم نکنی نمیتونم هدیه‌مو بدم. هدیه؟ راستش باور کن من هیچی از حرفات نفهمیدم. فردا تولد گلفام خانومه، نکنی یادتون رفته. راستش کاملا فراموش کرده بودم، باور کن. آقا امید واسه اینکه بتونم هدیه‌مو بدم به کمکتون احتیاج دارم. باشه کمک میکنم. بیا تو. صبح بخیر گلفام خانم. چیزی نمیخورم، دارم میرم. اما همشو با دستای خودم آماده کردم، چون امروز بله بله تولدم مبارک. ملافه ها رو عوض کن. امبه چه سورپرایز قشنگی. سورپرایز؟ مطمئنن فکر نکردی تولدتو فراموش کردم مگه نه؟ اگه کیکو نبریم که ناراحت نمیشی؟ ناراحت نمیشم عزیزم، بعد 30 سالگی شنفوت کردن و بعد 35 سالگی هم کیک بریدن رو ترک میکنیم مگه نه؟ الان میری یا اومدی به جهانم سر بزنی؟ جهانو میبینم و میرم، اما اگه شب به یه پارتی سورپرایز دعوت بشم اعتراضی نمیکنم. فکر کنم اونم تو 20 سالگی تموم شدمه.
میبینمت. امید، صبح بخیر. گفتی قایق؟ اما من فکر میکردم فردا صبح عمل داری. فهمیدم، تو قایق هستی، منم همینجوری یه سری بهت میزنم. آره؟ آره آره عزیزم، برنامه ای ندارم، یه روز معمولیه دیگه. باشه، شب میبینمت رو قایق. دوتایی شام شب رو قایق، میدونستم فراموش نمی کنی. بر نمیگردم، تو میتونی بری. شب بخیر گلفام خانم. عجب، پول داری، پوز داری، رو آب خونه داری. امید، سورپرایز، سورپرایز. تولدت مبارک گلفام. مرسی تاروخ جون. سورپرایز بزرگی شد امید. سورپرایز هنوز تموم نشده. تولدت مبارک. میدونستم داری یه کارایی میکنی، اما انتظار نداشتم اینقدر شلوغ باشه. خب دیگه پارتی هم که حاضره، بیا شمع رو فوت کنی. یکم صبر کن. Thank you.
تو گرو نمیتونی مزاحم ما بشی. اگه من نخوام تو نامرئی هستی. تولدتون مبارک گلفام خانم. تولدت مبارک باشه گلفام خانم. جان خیلی ممنونم، واقعا سورپرایز بزرگی شد. گلرو! 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 واقعا اون داداششه؟ این همه سال تازه میبینمش. میگفتن یه بیماری چیزی داره. طفلک بچه داره میلرزه، گناه داره. بله، یه هدیه تولد فراموش نشدنی شد امید. به خاطر همه چی خیلی ازت ممنونم. راستشو بخوای به خاطر امشب گلرو شایسته یه تشکر خیلی بزرگه. متوجه نشدم. من فقط یه یادآوری کوچیک کردم. اگه آقا امید نبودن نمیتونستم این پارتیو برگزار کنم. یعنی نمیتونستیم. پارتی از اون چه که فکر میکردم زودتر شروع شد. پس من برم آرایشم رو تجدید کنم. خوشحالی؟ خیلی. من اولین بار واسه کسی، یعنی حتی واسه گلفام خانوم، اولین بار همچین کاری کردم.